بسم الله الرحمن الرحيم. درس سوم تجوید. در درس دوم تجوید ما راجع به موضع و مخارج حروف صحبت کردیم و گفتیم که پنج موضع و ابدا مخارج است، که پنج موضع عبارت یا پنج موقعیت عبارت از حلق است، زبان است، لب است، جوف دهن است و بینی است. حال ما میخواییم که هر یکی از این موقعیت ها را شرح کنیم که در هر موقعیت چندین مخارج وجود داره و مجموعاً ابدا مخرج تشکیل میده. در موقعیت اول یا موضع اول، در موضع اول که ایره به نام حروف حلقیات میکنن از حلق خارج میشه، 29 حروف عربی، 6 از این حروف حلقی است که حروف حلقی را عبارت از همزه، ها، حا، عین، خا، غین، یعنی می 6 حرف است. بازم تکرار میکنم: همزه، ها، حا، عین، خا، غین، اینی 6 حرف است. اگر ما حلقه به 3 قسمت تقسیم کنیم، قسمت پایانی یا آخری حلق، قسمت وسطی حلق و قسمت بالایی حلق، همزه و ها از قسمت پایانی حلق مخرج داره، ها و عین از قسمت وسط مخرج داره و خا و غین از قسمت بالایی حلق مخرج داره. میریم سر همزه رو میبینیم. همزه طور تلفظ میشه که خروج صدا از قسمت آخر حلق یا از قسمت پایانی حلق با قطع هوا قطع میشه، او رقم تلفظ میشه. مثالش تأخذ، وقتی که تأ میگیم امی الف امزه است، تأ، میبینید که اوا قطع میشه. تأخذ، یأجوج، یأجوج، مأجوج، میم امزه، مأجوج، فأتأ، اوا ده ف استاد میشه، فأتأ. و ده ها میریم میبینیم که ده ها که حرف ها خروج صدا از امو قسمتی که همزه تلفظ میشه، ای هم تلفظ میشه یا خروج صدا خارج میشه یا مخرجش است و جریان هوا داره. ده همزه جریان هوا بند میشه، ده ها جریان همزه ببخشید، ده ها جریان هوا موجود است. مثلا میگیم الله، وقتی که الله میگیم آخر الله حرف ها است، باید او رو درست تلفظ کنیم. الله، اکثریت افغان ها رو میدیم که میگه که الله، الله رو نامش در الف لام الف لا استاد میکنه که اشتباه است. الله، علیهم، علیهم، الهاکم، الهاکم، میبینید که ما وقتی که تلفظ ها رو میکنم هوا تیر میشه، جریان پیدا میکنه. میریم سر حرف ها، خروج صدا یا مخرج از این حرف یا خروج صدا از وسط حلق است با یک گرفتگی یا مثل از اینکه یک نفر خفه شوه، حنجره خفه میشه، مثل که کسی ماکم بگیره، او رقم یک گرفتگی میداشته باشه. و حرف عین، خروج صدا از وسط حلق با یک نرمی خارج میشه. مثلا حرف ح را اگر ما پیدا کنیم لغتش، مثلا الحمدو، الحمدو، حیر، میبینید که ما طوری تلفظ میکنم که مثل از اینکه گلون ما خفه شوه یا در انگلیسی چوک میگن، چوک شده باشه. الحمدو، الحمدو، محمد، محمد، حبلون، حبلون،
میبینین که هی را درست تلفظ میکنیم، عین تلفظ میکنیم. عین از اونمون نقطه که یا از اون مخرجی که حرف ها خروج میشه، عین از اونجا خروج میشه، از وسط حلق، اما نرم بدون گرفتگی یا بدون خفه شدن. مثلا انعمت، انعمت، عبید، عبید، علیم، علیم، جوع، جوع. میبینیم که عین تلفظ باید درست ما تلفظ کنیم که نرم باشه اما از وسط حلق باشه، که ما عین الف تلفظ نکنیم یا عین ها تلفظ نکنیم. حرف دو حرف آخریش که حروف حلقی است، حروف حلقی است، ای عبارت از خا و غین است. خا خروج صدا از قسمت بالایی حلق است، با خراشیدگی خارج میشه، حنجره را خراشیده میکنه. و غین خروج صدا از قسمت بالایی حلق است، با غلظت، غلظت داره. مثلا اگر ما پس بریم خا را ببینیم، مثالایش مثلا میگیم خالق، خالق، خا، خا، خالق، مخلوق، مخلوق، شیخ، شیخ. میبینیم که در وقتی که ما خا را تلفظ میکنیم، یا با فارسی که ما خی میگیم، خیره که ما تلفظ میکنم، خراشیدگی در حنجره پیدا میشه. غین که از قسمت بالایی حلق است، او یک غلظت داره. مثلا غاسقین، غاسقین، مغضوب، مغضوب، غایر، غایر. وقتی که ما میگیم که غایر المغضوب، در سوره فاتحه ای رو باید متوجه باشیم که غین ما غیر نخوانیم، غایر بخوانیم. حرف غین و حرف خا که ما قبلا اگه یادتون باشه در درس دوم مور رنگش سبز کرده بودم، که گفتم ایره از جمله هفت حروف استعلاس، حروفی است که پر خوانده میشه. خا مثلا سکن، خالق، مخلوق، شیخ. عرف غین، غاسقین، مغضوب، غایر. ای حروف پر است یا مفخم، یا ایره برام در پسان باز میگیم که ایره ما میگیم که حروف استعلا. امید است که درس سیوم که راجع به مخرج حروف حلقی بود فهمیده باشین. انشالله در درس چهارم ما مخارج دیگه حروف در نظر میگیریم. و السلام علیکم.